خب کوکی دقیقاً چیه؟ شرکت‌ها چطوری از اون برای ردیابی ما استفاده میکنن؟ برای پیدا کردن جواب با این مرد صحبت کردم. این خوبه. لیو مونتالی سال 1994 کوکی رو اختراع کرد. مفهومش کمی مثل تخم مرغ شانسیه. کوکی یک فایله مثل تخم مرغ شانسی. داخلش یک رشته متن منحصر به فرده. شما نمیتونید ولی وبسایت ها میتونن اونو بخونن. هر بار که وارد میشین وبسایت کوکی های خودشو در رایانه شما قرار میده. این فایل های کوچک به وبسایت ها کمک میکنن تا شما را به یاد بسپارن. به شما اجازه میده تا چیزایی مثل سبد خرید داشته باشین. این کوکی رو دریافت میکنین ولی نمیدونین داخلش چیه و اهمیتی هم نمیدونین. وقتی دوباره به اون وبسایت میایین کوکی رو پس میدین. وبسایت اونو باز میکنه و پیاماشو میخونه و شما رو به یاد میاره. آها، تو همونی هستی که میخواست دستگاه توسن نون بخره. اونو در سبد خریدت قرار میدم. ایده جالب و بی‌ضرریه، درسته؟ ولی بعد اتفاق بی سابقه ای افتاد. کمی بعد شرکت های تبلیغاتی متوجه کوکی ها شدن. شبکه های تبلیغاتی شروع به استفاده از اونا برای ردگیری ما کردن. شرکت ها دارن راه های هوشمندانه ای پیدا می کنن که از ما در رونق کسب و کارهای خودشون کمک بگیرن. و اگه خودشون نمیتونن این کار رو انجام بدن، دستگاه های ما این کار رو براشون انجام میدن. این دستگاه ها در زندگی همون حضور دارن و فقط گوشی های موبایل نیستن، بلکه شامل یخچال هوشمند، خودروی هوشمند و تمام ابزارهای دیگه کاربردی هم میشن که ما ازشون استفاده میکنیم. شاید بدذات‌ترین اونا عروسک باربی سخنگو باشه. وقتی بزرگ شدی چه کاره میشی؟ میخوام یه دامپزشک بشم. این عالیه. مراقبت از حیوانه مریضی هدف حیرت انگیزه. برنامه هلو باربی همه این مکالمات رو ضبط و اونا رو به ابر ارسال میکنه. عاشق نیویورکم، تو چطور؟ به هم بگو کجای شهر رو بیشتر دوست داری؟ به نظر من این عروسک باربی برای بازجویی از یه دختر 8 ساله و مجبور کردن اون به تعریف کردن داستانهاش طراحی شده. میخوای وقتی بزرگ شدی چی کاری بشی؟ میخوام یه دانشمند بشم. چه عالی. یه دانشمند؟ فکر میکنم علم حیرت انگیزه. چرا میخوای یه دانشمند بشی؟ چون حس میزنم باحاله. از فیزیک و شیمی خیلی خوشم میاد. مطالعه فیزیک حیرت انگیزه، مثلا جاذبه. نمیتونی ببینیش ولی به محض اینکه راه میفتی اونجاست و تو رو به طرف پایین میکشه. تا حالا شده موقع حرکت زمین بخوری؟ آره، مطمئنم یه چند باری توی زندگیم زمین خوردم باربی. برای من که همیشه اتفاق میفته. این جاذبه است. آدمو پایین میکشه. بعضی وقتا هم درد داره. وای، به نظرم ماری کوری یا آلبرت انیشتین بعدی باشی. درست میگم؟ فکر کنم درست میگی باربی. میدونستم آدم باهوشی هستی. الان شاید عجیب به نظر برسه ولی خیلی زود به شیوه رفتاری جدیدی تبدیل میشه. چی میشه که بتونی در یه جای واقعا ساکت و بدون این همه پارازیت زندگی کنی؟ به منطقه کوایت خوش اومدید. اینجا در منطقه ملی سکوت رادیویی قرار داریم. این منطقه در آمریکای شمالی منحصر به فرده. 33,000 کیلومتر مربع مساحت داره، هم اندازه مجموع ماساچوست و کانتیکته. در مرکز منطقه کوایت شهر گرین بانک ویرجینیای غربی قرار داره. بزرگترین رادیو تلسکوپ موتوردار جهان اینجاست. منطقه کوایت برای محافظت از این رادیو تلسکوپ ایجاد شده. تلسکوپ گرین بانک مثل یک ساعت سوئیسیه که اندازه یک ورزشگاه فوتبال ساخته شده. خیلی بزرگه و میزان خطاش کسری از 1 میلیمتره. داریم درباره تلسکوپی حرف میزنیم که ارتفاعش حدود 46 متره. سطح بازتاب دهنده اون 2.3 هکتاره. هرچی سطح بزرگتر باشه آب بارون بیشتری جمع میشه. اینجا برای ساکنین گرین بانک فقط به معنی داشتن سکوت رادیویی نیست، معنیش سکوت بیسینه. زندگی در گرین بانک سختی های خودشو داره. نمیتونین تلفن بیسیم داشته باشین. موبایل رو فراموش کنین. اینجا برج موبایل نداری. بلنگوی بیسیم و هدفون بیسیم نداری. درهای اتوماتیک مشکل ساز میشن. هیچ کس اطراف باغ خودش حصار برقدار نداره. مایکروویو با دستگاه های بلوتوث، ماشینای کنترل از راه دور، PS4، وی، نینتندو، چیزایی که اصلا فکر نمی کردیم.
اختلال رادیویی ایجاد کنن. ولی بزرگترین تهدید برای تلسکوپ وایفای. وایفای تمام کاریو که سعی داریم انجام بدیم خراب میکنه. یه مورد جالب دیگه اینه که داریم شروع به تعامل با اینترنت به شکلی میکنیم که انگار تنها طرف روابط اجتماعیمون در زندگیه و فکر میکنم این بخش خطرناکشه. ایده مایک منو به فکر فرو برد. یه نوجوان بودن در شهری که ارتباطی در اون نیست چه احساسی داره؟ احساس میکنین رها شدین؟ یکی از دخترایی که تازه به این مدرسه اومده همون اول از من پرسید که سرویس تلفن موبایل داریم. میگفت اینجا آنتن ندارم. گفتم قرار نیست داشته باشی. این مدرسه راهنمایی گرین بانک که در سایه تلسکوپ گرین بانک قرار داره. فکر کن اینجا باشی و بعدش به شهر بزرگ بری. تو پیاده رو از گوشی چش بر نمیدارن. اونا دائم به گوشیاشون زل میزنن. سرشون دائم تو گوشیه. فقط به گوشیاشون نگاه میکنن. به کی به هم پیام داده؟ وای، باب نظر گذاشته باید جوابشو بده. فکر میکنم اگه اینجا اینترنت هم از کار میافتاد بازم میتونستیم دووم بیاریم. مردم شهر کنار جاده میشینن و منتظر میمونن که یکی بیاد کمکشون کنه. ما میتونیم چرخ تایر رو عوض کنیم و به خونه برگردیم. لازم نیست با موبایل به مردم تلفن بزنیم. ما میریم خونه همدیگه و در میزنیم. منطقه کوایت دوست داریم. گاهی فکر میکنم که ما جمعیتی کنترل شده در یک آزمایش بزرگ روی انسان توسط صنعت ارتباطاتیم. ما داریم بدون فواید و ضررهای فناوری موبایل زندگی میکنیم. در واقع از چیزی که میبینم شوکه میشم. افرادی رو میبینم که کنار هم ایستادن و فقط با دستگاه کوچیکشون کار میکنن. مثل این میمونه که یک مدت کوتاه نگاه نکنی و بعد ببینی همه مردم دارن سیگار میکشن. همه جا اینترنت تمام مدت به تو وصله. ربطی نداره که هدفمند ازش استفاده میکنی یا نه. اون با دستگاهت حتی وقتی تو جیبته یه کاری انجام میده چون به اون متصلی. اما اینجا به چیزی وصل نیستی. این جالبه که فکر میکنن اینجا مورد عجیبی اتفاق افتاده، ولی برعکسش درسته. میشه گفت همه جای دیگه چیز عجیبی اتفاق افتاده. ساکنین گرین بانک شاید از سکوت رادیویی خودشون لذت ببرند، ولی برای بقیه ما زندگی بدون دستگاه‌های امروزی نه تنها ناخوشایند بلکه ناممکنه. خاطراتمونو در این دستگاه ها ثبت میکنیم و به اونا وابستگی شدید داریم. سیستم پشتیبان وجود نداره. بیشتر دانشجوها میگن یک روز هم بدون دستگاه دووم نمیارن.